برگردیم به سوی کتاب. من امروز یک مهمان شایسته ای رو دارم که خودش کارش همیشه برنامه تلویزیونی بوده، همیشه همه رو در مصاحبه هاش گیر انداخته و همیشه این طرف میز نشسته بوده، ولی برای اولین بار، شاید نه برای اولین بار، البته شاید برای اولین بار برای من، اون برای میزه و الان مورد مصاحبه قرار میگیره. این شخص کسی نیست جز آقای فرزان دلجو. سلام بر شما، سلام بر بینندگان تلویزیون. تولد بهار رو در آغاز تبریک بگیم به هموطنان عزیز. انشالله که سال خوب و پربرکت و پر از موفقیت در پیش داره. آقای قریب، من این خدمتتون عرض کنم، من 36 ساله، 35 ساله که هر نوروز به هر حال در خدمت هموطنان عزیز هستیم با برنامه های نوروزی. چقدر میدویم در طول این مدت. امسال به دلیل جابجایی استودیو این موفقیت پیدا نکردیم، اما برای کسانی که لطف میکنن، زنگ میزنن، تماس میگیرن، از این فرصت استفاده کنم و خدمتتون عرض کنم که شبکه مرسی از ماه آینده دوره جدیدش در محل جدید استودیوی مجهزتر آغاز به کار میکنه. دیشب ولی من خیلی پر حرفم، شما قرار مصاحبه کنید. داشتم صحبت میکردم، یه مهمونی کوچولی خانوادگی بود، یه آقای فیلسوف دانشمندی که خیلی هم اراده دارم خدمتشون، آرزوی سلامتی کردم و گفتم آقا عید انشالله سال خوبی داشته باشیم، سالی پر از سلامت و پول. خیلی بهش برخورد آقا، گفت فلان کس آخه شما میگید آقا سلامتی آخه این بعدی هست. گفتم استاد شما فردا صبح بردم نونوایی، بگو آقا یه نون سنگک به من بده، نون سنگک رو میده، بعد بگو آقا من پول نمیدم، سلامتم. میگه جهنم به بچه من بود. برای سالی پر از سلامتی و موفقیت و محبت الهی و پول برای همه عزیزان. البته من یادآوری کنم، اتفاقا همین الان با دوست دیگری در رابطه همین رابطه صحبت میکردیم، میگفت که این انشاء علم بهتر از یاسرون که شما گفتیم فنیقی ها اصلا از زمان فنیقی سکر اختراع کردن، خواستن ما رو گول بزنن. علم بهتر، علم البته خوبه، هر جفتش خوبه، بگن هم علم خوبه هم ثروت، گفتن علم بهتر از ثروت، برو سراغ علم، سراغ پول نیا. البته یادآوری میکنم که این انشاء علم یا بهتر از یا ثروت که مورد توجه بسیارانی قرار گرفته و همیشه صحبت شده که حالا بالاخره علم بهتر یا ثروت، ولی منظور از ثروت بعضی وقتا ثروت های معنوی هم هست. یعنی واقعا این معلمین انشاء فقط دنبال این نبودن که ما بگیم که این ثروت ثروت مالی منظور، بنابراین ثروت معنوی هم هست. و به این دوستم یادآوری کردم که اگر این ثروت معنوی رو نداشت، شاید بیشتر از اینا ضرر و زیان میده. حالی که ثروت مادی رو نداره اشکال نداره، ولی خوشبختانه ثروت معنوی رو داره. خب آقای فرزان دلجو فی الواقع نیازی به معرفی ندارن، آقا بازیگر، کارگردان، نویسنده. البته امروز در قالب نویسنده من ازشون دعوت کردم که به این برنامه بیان، ولی جناب فرزان خان دلجو از کی بازیگری رو شروع کردی؟ بازیگری رو؟ آره. من از دو سه سالگی هر عید، درست روز اول عید، شب عید میرفتم جلو آینه لباس نو میپوشیدم، گفتم امسال من باید فیلم بازی کنم، آرتیست بشم. باور کنید ها، بعد توی خونه تو محلمون از این جعبه‌های کفش درست میکردیم، یه مستطیل توش در میوردیم، عکس‌ها رو به هم میچسبوندیم با سیریش و چسب، بعد لوله میکردیم، میچرخوندیم، بعد خودم دیالوگ میگفتم، این از عکس‌های روزنامه رو قصه درست میکردم. یعنی شهر فرنگی، شهر فرنگی دستی خونگی. میگم دو زدم میدادن بچهای محله، میمدن، گفتم بعد پول ساخت علم به دست ثروت کن. ولی من از اولین فیلممون از 18 سالگی درست کردم، 5 فیلم درست کردیم. خب بیشتر دوستان، یعنی 5 فیلم بازی کردیم، 5 فیلم ساختم، نوشتم و بازی کردم. یعنی هم خودت سناریست بودی هم نابغه‌ای بودم. من اصلا من از 13 سالگی های خلی من از 13 سالگی کتاب نوشتم و چاپ شد، کتاب های پلیسی نوشتم، کتاب های مایک هامر، مال میک اسپیلین. یادم یک کتاب نوشته بودیم، رفتیم برای اولین بار انتشارات آسیا در ایران، یا آقایم بود اسمش، گفتم این کتاب آقا نوشته بود، گفتم این کتاب میخوام چاپ کنی، شما میخواین؟ نگاه کرد گفت کی مال کیه این نویسندش که؟ گفتم نویسش بگم کوچولو 13 ساله بود. گفتم دایی. گفت دایی تو گفتم خونه است به من دادیم عطا. گفت چی هست؟ گفتم کتاب پلیسیه دیگه. خیلی بی‌اعتنا نگاه کرد. سرش شلوغ بود.
یه ورق خوند ورق خود گفت حالا باشه اینجا بیا هفته در روز دیگه ببین. ما دیگه بی صبر همینجوری 24 ساعت منتظر بودیم این 10 روز 7 روز تموم شد رفتیم. گفت سلام علیکم. گفت آره این بگو میخوام چاپش میکنم. خوش اومده بود. گفت بگو دایی بیاد. گفتم دایی الان عمل کرده مریضه به من داده من جاش امضا میکنم. خیلی تردید داشت بالاخره کتاب رو چاپ کرد 500 تومانم به ما داد. دیگه این راه افتادیم دیگه. من هر 4 ماه یه دفعه کتاب می‌نوشتم سریع. شخصیت مای کامر از کجا آوردی؟ از خیلی دوست داشتم این میکی اسفیلینو. من ترجمه‌اشو خونده بودم. بعد این کاراکتر رو دوست داشتم مای کامر رو. یه کارگاه خشن، یه خود لوتی مسلک مشروب خوره ولی با معرفت خوشم اومد. این یه ورژن جدید از این کارگاه درست کردیم. یکی تو کتاب بگم نوشتم 100 تومان میگیرم نمیدونم آدم میکشم ایرانی بود. این قصه فرنگی بود بر مبنای قصه های فرنگی تو نیویورک میگذشت بیشتر. خیلی هم این بچه محصل دوست داشتن دیگه. هی تجدید چاپ هم میشد. برای 17 تا کتاب بودن نوشتم هست تو این کتابخونه مدی. چند تاشم من فرستادن تقاضا کردم اگه دوستان اگه دارن بفرستن یه نمونه ما کادو بشه. کادو داشته باشید. ژان پل سارتر توی یکی از کتاباش فکر کنم کلماته در مورد خاطرات خودش صحبت میکنه و میگه که هر موقع در دوران به قول معروف پیری، نه در دوران جوانی، میگه هر موقع فرصتی پیدا میکردم و میرفتم بغل، یعنی میرفتم توی کتاب فروشی و از ویترین یک کتاب فروشی نگاه میکردم، اگر کتابای پلیسی توی ویترین بود حتما میرفتم تو و این کتابای پلیسی رو میخریدم. یعنی این کتابای پلیسی یه زنگ تفریح بود برای فوق العاده کشش داره. بله، یعنی فرقم نمیکنه آدم در چه موقعیتی باشه، در چه موقعیت روحی یا در چه موقعیت سنی باشه. بله. همه این کتاب‌های پلیسی رو دوست دارن، از آرسن لوپن و شلوک آگاتا کریستی مثلا خودش گولی بود در زمان خودش، خانم آگاتا کریستی پلیسی مینوشت، یا یه آقای دیگه بود اسمش یادم رفته در زمان جیمز یه چیزی بود، خیلی جذاب بود. به هر حال نابغه‌ای بودم. خب پس کارگردانی، سناریو و بازیگر. بله، 5 تا فیلم ساختیم. خیلی هم اول فیلم خودمون ساختیم، بارها گفتم با 60000 تومان. باور می‌کنی با 60000 تومان هر چی رفتیم مسخرهمون کردن. روزی 60000 تومان اون موقع مثل الان نبود، 20 دلار بشه. نه ولی 60000 تومان موقع فیلم‌ها مثلا 300 400000 تومان 500000 تومان، فیلم ارزون دیگه 500000 تومان میشد. بعد هر چی رفتیم گفتیم می‌خوام فیلم بسازم. خب زمان قول‌ها بود دیگه، فردین شهره دوست داشتنی، بهروز وثوقی، ناصر ملک‌مطیع، دیگه حالا این برد بکم آوردی، این مرد خوبه خدا رحمتش کنه. هر جا رفتیم از خواهم میخواهم فیلم بازی کنم بسازیم نوشتیم. گفتم حالا برو بزرگ شد باشه، دیدیم نمیشه خیلی بد. بالاخره خودم ماشین کردم این سناریو، قبول نکردم وزارت فرهنگ‌هنر. یکی که نوشتم قبول نکردم، یکی نوشتم بالاخره قبول کردن. گفتم چیا کنیم 60000 تومان بالاخره جور کردیم، از مادرمون اونها گرفتیم رو هم قلکمون شکستیم و رفتیم. مثلا یه 20 روز فیلم داری که پولون تموم شد، مثلا نیم ساعت فیلم گرفته بودیم. یادم میرفتیم 100 تومن توی ارباب جمشید، یه آقای رستگار بود نگاتیو های کهنه میفروخت، نگاتیو های تیکه تیکه 100 تومن نگاتیو میخریدیم، این فیلم رو ادامه میدادیم. یک سال و نیم تقریبا طول کشید فیلمه. بعد شادروان، همه شادروان شد، مهدی میساقی که سینما کاپری داشت و استودیوی میساقی داشت و بعد بسیار سریع و سفت و محکم و بس صاحب سینما کاپری بود، گفت من این فیلم سینما کاپری میزنم. سینما کاپری همونه فیلم فرنگی میذاشت، ایرانی فیلم فارسی چیز داشت اصلا. بالاخره فیلم سینما کاپری گذاشتن و من یادم صبح وقتی اون دارم میگیرم خب در باید کتاب نه اسم فیلم چی بود؟ یاران. یاران بعد خدمت هم صبح زود بود، روز چهارشنبه هم گذاشته بودن. این آرمان خدا بینید روابط خانوادگی داشت، شادروان، اینم شادروان دفتر. خلاص اومد خونه ما صبحونه خود، گفتم بریم آرمان دم سینما کاپری ببینیم. گفت نه حالا که زود ساعت 9-8 نیمه شب صبح کجا بگم بریم بریم. سوار ماشین آرمان شدیم، اومدیم دم از خیابون شاهرضای سابق رسیدیم دم 24 اسفند. سه تا فیلم جدید، 4 فیلم جدید گشته بودن. سازش آقای بهروز وثوقی بود، فیلم فردین بود، یه دونه فیلم آقای بکیم‌آوردی بود و باقاسی. دم سینما کاپری فقط رفتگی داشت جارو می‌کرد، هیچ کی نبود. تابلو این باشی اس گرفته بودیم. دم اون سینما مثلا 10-15 نفر باشته بودن دم این فیلم ها. آقا گفتم و خیلی بد شد. آرمان گفت حالا قصه نخور، این فیلم اولتونه، مردم باید بیان هی بیان ببینن تعریف کنن، اینجوری نیستش که. آرمان هم بازی میکرد؟ آرمان هم بازی میکرد. بعد
اومده خونه ساعت مثلا از 10 و نیم گاوی افتگی بدیم، گفت ناامید میشی پسرام، نه گاوی افتگی بدیم. اومده از شارزه سابق، اومده از جای دانشگاه، در دانشگاه چی دیدم جوونا وایستادن تو صف، گفتم کوکوره امروز تعطیله، چه خبره؟ چهارشنبه بود تعطیل بود، نمیدونم چی بود، دیدیم همچین جوونا وایستادن از در بعد از در دانشگاه. یه خیابان باریک بود تو اونور میدون، اینجا فاصله بود، بعد اونور صفه دیدم جلوی سینما کاپری جمعیت و جوون رنگ و رنگ جوون موج میزنن، این ماشینای پلیس و پاسبانا باتون رو هوا که مردم رو آروم کنن. یادم دیگه عینک زدم رفتم تا این ماشین، گفتم معروف شدیم، یه حالی داشت آقای و فیلمه روز چهارم گفتم در وردیم، روز دهم در وردیم، روز 16 توقیف کردن کنن کشتن پایین. این باعث شد که مثلا ما یه ذره معروف شیم، فیلم اون توقیفی بود، آخه اونجا افتخار بود، هر وقت که مثلا یه فیلمی یه کتابی توقیف میشد دوست داشتن این اهل هنر و اهل ادب باور کنید، و سیستم و وزارت اطلاعات با نابخردی این کار رو میکرد، اینا هی مطرح خوش اومد، فیلم اون توقیف شده، پشت سر هم قرار داد بود که بیان فیلم بسازیم برای ما. کی اومدی امریکا؟ من الان، من درست داشت انقلاب شد، داشت میشد و میشد و میشد، دیگه چهار روز مونده بود که 22 بهمن برسه، اومدیم یه فیلم داشتیم درست میکردیم با خانم گوش و خانم شهره آقداشتی به نام زیر چراغ قرمز، که هم قرار داشتن بسته بودیم فیلم تو جنوب شهر اتفاق میافتاد، گفتیم بیام آمریکا، رو شد و پلوغه دیگه، خود بمیتیم فیلم برداری کنیم. اومدیم برای یه مدوم و اومدیم و جای شما خالی که موندیم، آقای خلدی در خدمت شما بودیم، در یک مجموعه با شما بودیم. در این مجموعه در لس آنجلس هزاران مجموعه آپارتمانی هست، ما هرگز، البته من ایشونو از طریق فیلماشون میشناختم، ولی دست برقضا هم من در اون مجموعه آپارتمان یه آپارتمان گرفتم و هم این که فرزان خانواده، افتخار من بود دیگه در کنار شما، فرزان خانواده‌اش هم اونجا یک داشتن فکر میکنم، یعنی وقتی من اومدم احتمالاً بله. شما بودین بله بعد و بدون اینکه همدیگر هم هرگز با همدیگه صحبت کرده باشیم در این زمینه، به هر حال برای مدت 6 7 سالی در خدمت بود. بله هم ولی همیشه این دوستی‌ها ادامه داشت و همیشه هم افتخار کردم به وجوده، چرا که بیژن خلیلی، من اینکه خودش انسان مورد تعریف نمیخوام، مدارم نمیخوام بهم بدی، آقای خلیلی کسی که زندگیشو در راه حفظ کتاب، اصلا فرهنگ کاری ندارم، حفظ کتاب میتونست خیلی بیزنس ها بکنه، خیلی هم زحمت کشته آقای خلیلی، تنها پایگاه رسمی خارج از کشور خیلی هم زحمت کشتن، شرکت کتاب در لس آنجلس بوده که بیش از 30 سال الان فعالیت شما داری میکنید، 35 سال و زندگیشو ویژن خلیلی بر سر این کار گذاشته است و آخرین کارش هم این دست گل ما رو ایشون که به آب دادیم خصوصی آقا بله، کتابی با عنوان کاملا خصوصی، ما فکر میدونم همیشه خصوصی بجور میشه اگر قرار نسخه بدون سانسور تازه این کاملا خصوصی فرزان دلجو پارسال یه تکزنگی بعد از مدت ها به من زد و گفت یک مطالبی رو سرهم کردم میخوام کتابش کنم، و من در کمال شگفتی، مدت‌ها بود با فرزان واقعا تلفنی هم صحبت نکرده بودم، یه چیزی یادآوری میکنم، همونجوری که اول برنامه گفتم، ما واقعا دوستانی که هر کدوم به یه کاری مشغولیم انقدر گرفتاری‌های خاص خودمون رو داریم به همدیگه نمیرسیم واقعا، و فرصت نمی‌کنیم برنامه‌های همدیگه رو ببینیم، زمان بذاریم کارهای همدیگه رو ببینیم و اینا، فرصت نمیشه. به هر حال یک چند صفحه اول کتاب رو که گرفتم گفتم فرزان بریم، و این رفتن یعنی این کتاب بعد از در حقیقت 7-8 ماه کاری که روی این کتاب شده، که البته خود فرزان 6 سال روش کار کرده، یه همچین کتابی منتشر شده. من دلم بخواد که خودت یه مقدار روایت کنی در مورد این کتاب. خدمتتون عرض کنم که این کتاب کاملا خصوصی یک گذری در 6 دهه از زندگی آدم ها در زمینه هنر، در زمینه سیاست، در زمینه انقلاب 6 دهه گذر کرده، و دست خواننده رو میگیریم، میاریم، میبریم تو این دهه ها گذرشون میدیم. ضمن اینکه این
کتاب بر مبنای خاطرات سرگذشت یادداشت‌های پراکنده دوست خوبمون محمود قربانی 6 سال پیش بیشتر. یه روزی بیشتر اصلا محمود قربانی رو از ایران من از سالا میشتم. من تو این جماعت سیاست و هنر اینه بالاخره بچگی لولیدم دیگه. حالا کسی هم نشدم ولی لولیدم. 2006 بود محمود قربانی با یه سری یادداشت‌های پراکنده گفت این یه سری یادداشت نوشتم کتاب کن. خوندم و پراکنده و گفتم که خیلی دیدم چیزای عجیب غریب داره. دیدم کسانی توش مطرحن، کسانی ازشون اسپورد شده که با من روابط دوستانه سالها دارن و این مسائل خصوصی و واقعی، البته واقعی و مسائل دیگه عذرخواهی کردم. گفتم من وقت ندارم واقعا، ولی در تمام طول این سالها این وسوسه بود که اگر این داستان بر مبنایی که واقعیت بگفته فرنگی و based on true story و کاراکترهایی که زنده هستن حضور دارن مطرحن، آقا کتاب بیاد 50 سال یه نفر یه سرگذشتی از آدم ها، چه رمان یا رمان تخیلی فرهاد و شیرین و حسین و علی، خب یه قصه عاشقانه است، خیانت، جنایت، هرچی از تخیله. یه موقع هستش که خاطراته، این صاحب خاطرات بیشترشون در قید حیات نیستن، اما این کتاب کاملا خصوصی قهرمانانی که به مسائل میره تو خونه شون دوربین قلم دوربین، من با دوربین نوشتم چون من ویژنیم، یعنی باید ببینم، تنها قلم نیست، یعنی خواننده که صفحه باز میکنه میبینه، میره یعنی تصویر میبینه. گفتم اگر این با دوربین قلم نوشته شه، خب منم خب نگاهم بوده در طول این سالها، میشناستم همه این آدم رو، یه خودم کنجکاوم بودم، میدونم چه خبر بوده. گفتم خب خیلی جذاب میشه، این تنها کتاب رو کتابخان نمیخونه دیگه، چون کتابخان در طول تاریخ ما محدود بوده، یه سری کتاب دوست دارم میخونم، اما این کاملا خصوصی میشه نسخه بالینی هر ایرانی میتونه باشه که هم ما کنجکاویم، هم تاریخمونه، هم مافیای هنر، هم مافیای سیاست، هم شش دهه گذر در این زندگی آدم هاست، میریم تو خونه آدم ها، خیانت و عشق و محبت و فداکاری و به اوج رسیدن و به ذلت رسیدن ما میبینیم. این امتیاز کتاب یا تفاوت کتاب در اینه که من همیشه خودم چه فیلم ساختیم مثلا، چه چیز نوشتم، گذاشتم جای خواننده. یه نفرم نبودم، صد تا خواننده شدم، یعنی شدم کارگر بنا خوندم، آقا مهندسه شدم، آقا دکتره شدم، خانم خونه‌داری شدم، ببینم میچسبه به من، میبینم خوب خوشم میاد، سعی کردم تا اونجایی که تونستم دیگه. این کتاب میتونه نسخه بالینی هر ایرانی باشه که هم کنجکاوه، هم تاریخش میخواد بدونه، هم از زندگی آدم‌هایی که الان حضور دارن، زنده هستن، مطرح هستن. آقای خلیلی من میبینیدشون هر روز اینا رو توی کنسرت ها، توی برنامه ها، توی مصاحبه ها اینا رو میبینن، خب جذابیت داره و طوری نوشته شده. چقدر تعریف دارم میکنم نه؟ نه، ولی اتفاقا جالب بود، شما در مورد مافیای هنر، مافیای سیاست اینا صحبت کردی، اینا من اینا رو بیشتر اسمش رو شاید میذارم مناسبات اجتماعی، بله. مناسبات سیاسی، مناسبات هنری. این مناسباتی که وجود داشته برای ماها همه جالبه، خیلی هر کدوممون یک کمیشو تا قسمتیشو شنیدیم یا دیدیم یا نگاه کردیم، خوندیم از طریق روزنامه و اینا، ولی یک چیز مجموعه کامل رو واقعا ندیدیم. بله، این شما با این کتابتون داری میبرین، بله، آدم ها رو توی اون ماجرا، به خصوص با همون دوربینی که داری صحبت چی میکنی. من برای اینکه یک کم بیشتر باز بشه این صحبت، دلم میخواد مثلا یکی دو تا نمونه بگی، یکی دو تا مثلا، یکی اون موقع توی دهه 50 شنیدیم که محمود قربانی زده زیر گوش شاپور محمود رضا. بله، من این رو از بسیارش هم نزدیک دیدم. محمود قربانی قدر خودش اینجا ندونست، آدم بزرگیه این واقعا. محمود قربانی میشه گفت هتلدار معروف، کابارو، کلاب و 38 تا خواننده، چهره‌ای که مطرح هست، هنوز زندگی میکنن، پول در میارن، محمود قربانی این کاری کرد.
و واقعا پدرخوانده اینترتینمنت ایران میشه گوش اسمش رو. ولی آدم کلی شق غیر عادی، مهربون، لوتی مسلک. و بله مثلا یه شبی تو این کتاب هست، قصه است دیگه، ببینید مثلا خاطرات میشه. من آقا مثلا شنیدی شما زدم تو گوش محمود رضا تو کاباره، خب شنیدیم، حالا میریم ببینیم چه اتفاقی افتاده، یوتیوب نمیبریم اونجو، محمود رضا چجوری میاد، چی میخوره، چی میگن. و وقتی که گوگوش، خانم گوگوش میخونده در کاباره، همسر محمود قربانی و فرزند یک سالش دنیا اومده، محمود زندگیش گوگوش بود دیگه. من گریه ها میکرد محمود، من از نزدیک دیدم، گوگوش هم حرفای خودش داشت، چون با گوش من دوستم، افتخار میکنم بهش، یک دانه است، واقعا یگانه است در عالم هنر. من هر دو نفر اینا رو میشناسم، از درد دلشون با خبرم، زندگیشون رو دیدم و بسیار کسان دیگه. وقتی که محمود قربانی مثلا، آقای محمود رضا میاد کاباره و خب پذیرایی هم میکنه، نمیخواسته بهشون جا بده، شلو کاباره میامه و هتل میامه در خیابان پهلوی که درخت ها سر به هم ساییدن، شبها این آدم هایی که رد میشدن، این ماشین های آخرین هتل جلوی هتل ایستاده و میهمانان بزرگ از دربار هم همیشه میهمان داشتن، چه خدا بیامرز اشرف پهلوی، چه برادران شاه فقید. برادران شاه فقید خود شهر بوده، خود شاه هم دبتک زج میکشید دست اینا. بله محمود رضا میاد و برنامه رو میبینه و با سختی به داخل جا برشون باز میکنن و شنگول میشه از بطری های شامپاین اهدایی و کنیاک مدیریت کاباره و هتل. تموم که میشه بسط کار، این قاراپت سرگارسون میاد به قربانی میگه که آقای قربانی، این سر میز والا حضرت میگن خانوم بدن یه دقیقه سر میزشون. میگم والا حضرت غلط زیادی کردم، بگو خانوم، منظورش گوش زنش بوده دیگه، بگو تموم کنه زود بره خونه، بگو بره امیرلالی برسوندش. گوش زود برنامهش تموم میکنه میفسه بره. محمود رضا میاد توی سالون جلو مردم، یه حرف زشت میزنه، حرف زشتری میزنه، هست توی کتاب البته، میگه که زنت قایم کردی نخوریمش، این دیگه خون میرسه مغزش، محمود دیوونه است، محمود گادفادره، چنون اینو میزنه تو دم در میامه، پاسبان افسران نمیتونن جدا کنن که. اینا رو ما میبینیم با دوربین، همونجا تلفون های یوسف آباد، کلانتری یوسف آباد و امیر آباد و عباس آباد همه صدا در میاد، محمود غیب میشه، دست به فرارش عادی بوده، آقا حکم تیرش در میاد. حالا یکیشه، شما حساب کنین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، این قصه ها داره این من. حالا این بهانه است محمود قربانی، ما گشتیم میریم دربار، میریم به سراغ اسدالله علم در ارتباط با مسائل هنری چه اتفاق میفته، میریم به کاخ نیاوران خدمت محمد رضا شاه، ملکه در ارتباط با این مسائل چی میگه، چجوری میریزن شبس از سر اشتباه این کیکداب، این کلاب معروف میریزن سر والا گوهرا رو و کسانی که دعوت کرده بوده ملکه به ایران با خواهش و تمنا، مثل زنده رودی و دیگران، اینا سرشون رو چهار رو باز میکنن. میریم سراغ مبصر، تیمسار مبصر، میریم سراغ نصیری، میریم به خونه گوگوش، میریم به دعوای اینا، میریم به عشقشون، میریم به خارج، میریم به اروپا، میریم به لحظاتی که این جدایی اتفاق میفته، اسمش نمیدونم خیانت، نمیدونم عشق، عشق دوباره است، همه اینا درش هست. خب همینجوری که گفتم، اینا یک مقدار زیادی اینجوری متوجه میشیم که چرا مسائل اجتماعی، مسائل هنری، مسائل سیاسی این چنین به هم دیگه گره خورده. حیرت انگیزه در این کتاب. من یکی از اولین کسایی بودم که بکنه همش خوندم. آقای خلیم اینه کلامتون، کتابو داشتم میخوندم، آقای کنم بذارید یه سرش خوندم بگویم تمومش درست هم بذارم. بعد ساعت 12 شب و زنگ زدم، بابا این گرفتاره، این هزاران کتاب در طول این سالا چاپ، فرزان این بقیه این چی میشه؟ دستم هم داشته ماشین میکردم بچه ها، گفت بقیه این چی میشه؟ گفتم بیشن جان پاورقیه بعد بایسی. و آقای خیلی خدمتون از کنم، یه جریانی در این کتاب هست، آقا تعریف نمیخوام بکنم، و کتاب دی هر خواننده ای که سه صفحه اینو دو صفحه بخونه، حتما صفحه چهار رو میخواد بخونه، چهار رو میخونه، دهم میخواد بخونه، دهم میخواد بخونه، سی رو باید بخونه، سی، پنجاه، صد دارم نه تو صبح نشسته اینا که آشنا،
یعنی باید تموم کده بلند شه. این درد سرم داره، در ذهن قابل توجه، این درد سر داره، این کتاب شما رو از زندگی وامیندازه. نه ولی زندگی چند روزه وامیداره. چه بله دیگه. ولی به بسیاری از ماجراها سر میکشه. بله. بسیاری، یعنی آدم تو همین کتاب 400 صفحه‌ای به بسیاری از ماجراها یک ناخونکی میزنه. بعد برمیگرده دوباره ناخونکش رو ادامه میده. یعنی این من تازه دور خیلی مسائل حریر کشیدم، اما با این حال این زخمه نیشتر خورده، چرا که نمیدونیم آدم هم چون هستن حضور دارن دیگه، هیچ کم نمیتونه مدعی بشه چون واقعیت، حالا رمانگونه شده ولی واقعیت دیگه. و همین دسته که نمیدونیم، خیلی ها نمیدونستن، تو این کتاب جذاب عاشقانه است، کتاب سیاسیه، کتاب لحظات عجیب غریب هم توش داره دیگه. بله. یک چون موضوع نزدیک یکی از این شادروانان اشرف پهلوی بود. بله. که میاد و معمولاً توی برنامه کابر بله معمولا برای داریوش بله بله میومده. بله. و خدمت من که در مورد فیلم ساختم، فیلم اول اون یکی از دلایل شاین بود خدمت هست کم که داریش دوست خوبم، اینم یگانه. توی فیلم یاران نقشی داشت بازی میکرد، بعد همزمان در کابر میامه میخوندیش خانم والا حضرت اشرف پهلوی محمودن هفته یه بار به خاطر با محمود دوستی پیدا کرده به هر حال دیگه، چون محمود مرد خوش قیافه ورزشکار بزن بهادر کاراکتر دوست داشتنی بود. البته مثلا من بهش میگم والون براندو گادفادر، ولی قدر خودش اینجا ندونست متاسفانه. خلاص خانم والا حضرت اشرف خدا بیامرز میرفت به کاباره، داریوش هم موقع شرایط درستی نداشت به خاطر اعتیادی که داشت، 6 تا همیشه نمیتونست بخونه در دو بخش. من اینا دیدم و من حضور داشتم، نمیدونم 4 تا میخونه میره، استقبال هم مردم خیلی دیگه، خیلی اوج استقبال. دو مرتبه میاد اشرف پهلوی با بادیگارداش و ندیمه و خانم قاجی نوری و اینا، میگه که این بوی گندم بچه شنیده بوده بوی گندم، میگن پوست تو پوست پرنگ، گفتیم بخون این میسته برش با شامپاین. داریش هم زبر دیگه، ولی اینکه یه طوری میکنه که معلوم میشه از طرف اینه، نه شامپاینشو میخوره نه آهنگشو میخونه، یا آهنگی میخونه خدافظی میکنه میره، مردم هم دست میزنن. ساعت 12 شب تلفن سباک به صدا در میاد، هست تو این خانم والا حضرت، میگه آقای نسیم اوکینگ شما چی کاره این؟ میگه من نوکر اعلی حضرت. میگه شما مزخرف میگی، برای اینکه شما اجازه بدین هر خائنی در لباس مطربگری به خانواده سلطنتی به مقدسات ملی توهین کنه. میگه چی شده؟ میگه همین داریوش. صبح داریوشو میگیرن، ما دو بار قبل از اون فیلممون توقیف شده بود، اینم مزید بر علت میشه، فیلم بارم میکشن پایین و قصه ادامه پیدا میکنه. محمود تلاشش که بکشی بیرون اینو داریشو از زندان سابق، روزنامه اعتیاد هم یه عکس میذاره، یه منقل دوتا وافور داریش وسته، داریش به اعتیاد دستگیر شد. این همه توی کتاب هست به هر حال، یه عکس دست خبر ساختگی برای روزنامه های کیهان اعتیاد که عکسش هم هست تو این کتاب. کتابی که منتشر شده با عنوان دیروز منتشر شدین؟ بله بله بس. با عنوان کاملا خصوصی و نسخه بدون سانسور در حدود 400 صفحه است، با یه تعداد عکس‌هایی که فکر کنم همه عکس‌ها، یعنی بسیاری از عکس‌ها بسیار خصوصیه، یعنی دقیقاً بله یه آلبوم خصوصی برای جایی نسخه. پیدا نمیشه. نخیر. رنگی و غیر رنگی، هم عکس‌های رنگی داره این کتاب و هم عکس‌های غیر رنگی داره. جلد گالینگوره، یعنی جلد ضخیمه. و آقای دلجو کی می‌خوایم این برنامه رونمایی رو انجام بدیم به نظر شما؟ چون من ممکن همین دیروز که در اومده بود دوستانی که از نزدیک شرکت کتاب، یعنی از روبروی شرکت کتاب، به خصوص ما مسافران نوروزی خیلی زیادی از شهرستان‌های دیگه اومدن و اینا، خیلی شلوغ بود شرکت کتاب، امروز هم همچنین، یعنی این روزا روزای خیلی شلوغ شرکت کتابه، همه اومدن که میگفتن که آقای دلجو رو کی میتونیم ببینیم. من البته قربشون ندادم واقعا، میخواستم حالا تو برنامه یه دفعه شما رو مچگیری کنم
که ببینم که کی فرصت داریم. ببینید یک شنبه دیگه برنامه دید و بازدید عمومیه، بسیار مناسبت خوبیه. آره بسیار شلوغه البته بس. یعنی خیابان بسیار شلوغه و اگه شما بپذیرین ما میخواییم که شما رو دعوت کنیم که هفته آینده شما یه فرصت دیدی بازدید نوروزی هم میشه. ساعت چنده؟ از ساعت 10 تا 5 دید و بازدید نوروزیه. بله شما مثلا حدود ساعت، البته میترسم دیگه جاپارک و اینه گیر نه یارو نمیدونم شاید با هلیکوپتر بیاد. اما این بهتر از یا سروت اگر دومی رو فضیلتر از فنیقی ها قبول میکردن. آخه جالبه، آخه حالا میگم اینه خدمتون و دور نشه، ولی ساعتی مثلا یک خوب یک شنبه دو بالی. یک دیگه یک بعد از ظهر، یک شنبه دو دوی بعد از دوی بعد از ظهر تو دو ساعت در خدمتون هستیم دیگه. بسیار حتما دیدی بازی نوروزی میشه. حالا خیلی دوستانم از زنگ میزنن این کتاب اینور اونورا تو وست فود نیستن، دور و لس آنجلس نیستن، چجوری میتونن تهیه کنن؟ با روی وبسایت kitab.com. صحیح kitab.com. kitab.com دیگه از این ساده تر که نمیشه، همون در پیشانی kitab.com، چون کتاب تازه است و کتاب کاملا خصوصی، کتاب مال شماست و کتاب خیلی داغه، همون رو پیشانی کتاب داستان پیدا. حالا من سفارش دادم، من سفارش دادم، چقدر طول میکشه دستم برسه؟ والا بستگی داره، اگر خیلی سریع بخوام 24 ساعته هم فردا صبحش میرسه، ولی معمولا مردم در حالت استاندارد میخوان، در حالت استاندارد هم بستگی داره که کجا زندگی بکنه. 3 4 روز بیشتره؟ نه خیر، به طور متوسط 4 5 روز تمام. به طور متوسط یعنی کسی که در کالیفرنیا جنوبی روز بعدش دریافت میکنه، کسی که مثلا در طرفای نیویورک و اینا زندگی میکنه حدود 6 7 روز کاری حدود 10 روز طول میکشه. بله. در نتیجه میتونه متوسط 4 5 روز طول میکشه که اینو دریافت بکنه. ولی در لس آنجلس میتونه شرکت کتاب تو همون پرژن اسکوئر میتونن. بله. دیگه میان پرژن اسکوئر. بله. راستی پرژن اسکوئر گفتین، اینو یادآوری کنم، دوست ما آقای اکبر حلمی با مقامات شهرداری گفتگو کرده و مقامات شهرداری تایید کردن که در روی بر روی بزرگ راه 405 بله از ورودی ویلشیر از یک طرف، از باند شمالی و همچنین از باند جنوبی بنویسند Persian Square. چه جاله. و اینه که دیگه یعنی میلیون ها ترددی که هر روز یا هر روز، من نمیدونم، میدونید که بزرگ راه 405 شلوغ ترین بزرگ راه در آمریکاست. بله بله، آزاد راه ببخشید. حالا جالب ترینش وقتی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا میگه من شب عید سبزی پلو ماهی میخورم، یعنی ببین نوروز ایرانی که سفره هفت‌سین میذارن در کاخ سفید، جهان توجه بهش داره، جهان سر تعظیم در مقابل این ایام بزرگ مخصوص ایرانی فارسی زبان سر فرود میاره، ایرانی ها بعد به خودشون در هر کجای جهان هستن افتخار کنیم، افتخار کنیم، دست هم دیگر رو بگیریم که با همه گرفتاری هایی که داریم بگیم ما ایرانی هستیم، افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و افتخار میکنیم که نوروز و تولد بهار متعلق به ماست. مال ماست آقا، مال ماست. یه نکته رو چند بار تکرار کردی تو این برنامه امروز و اون این که قدر خودمونو بدونیم. بله ما قدر خودمونو به عنوان یک ایرانی باید بدونیم، بدونیم که نیاکان ما چیزهای ارزنده ای رو به جا گذاشتن برای ما که هیچ تالی هم نداره، واقعا نمونه نداره، تک 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 و بی نظیره و به همین دلیل ما باید قدر خودمونو بدونیم و بدونیم که از یک فرهنگ ویژه ای آمدیم و باید این فرهنگ نمونه رو در حد متعالی خودش به دیگران تقدیم بکنه. و اگر اشکالی هم هست، خب اشکال داریم دیگه، کسی ما ایرانی هم اشکال داریم، این اشکال رو با دید برتر میتونیم نگاه کنیم. ما خیلی مورد ظلم در طول هزارها چقدر حمله کردن به ما، چقدر لشکرکشی کردن، ایرانی تفلک همیشه اینجوری بوده، اومدن ریختن، حمله کردن، اسیر گرفتن، اسیر بردن، حق داره که یه جوری تظاهر کنه، حق داره که، حق نداره ها البته، دروغ بگه، حق داره که مواظب باشه، حق داره که بترسه، حق داره که گارد گرفته باشه، اون وقت به جون خودمون میفتیم ما. پس به دنبال حرف شما قدر همو بدونیم، هوای همو داشته باشیم، یک تنیم، یک پارچیم، یک سرزمین داریم به نام ایران. درود بر شما فرزان دلجوی گرامی. خیلی هم حرف زدم، مرخص شما، پاس بدم به شما. آخه نه خیلی
هیچ هم زیاد حرف نزدین، تازه اولشه. تموم نشد وقتتون؟ چرا، داره در حال اتمامه. خدمت شما عرض کنم که همجوری که صحبت کردیم کاملا خصوصی در kitab.com هست و در آمازون هم البته طبیعتا خواهد بود، چون ما شریک آمازون هم هستیم و هم آمازون آمریکا amazon.com و هم آمازون کانادا اونجا هم خواهیم بود، این کتاب خواهد بود. اروپا در چه شرایطیه کتاب؟ اروپا هم کتاب رو هنوز که تازه دریافت کردیم، امیدواریم ظرف 10 روز آینده به انتشار دوستان ما زنگ بزنن میگن چه جوری تهیه کنیم. انتشارات فروخ حتما خواهد داشت که برای همه کتاب فروشی ها در اروپا ارسال میکنه. ارسال میکنه و کتاب خوشبختانه با این مثلثی که به وجود آوردیم آقای دلجو، مشکل در این مجموعه کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا نخواهد داشت. و با توجه به اینکه وبسایت kitab.com همه جا میتونه آدم استفاده بکنه، در هر کشور دیگه هم باشه و در هر شهر دیگه هم باشه، حتی خارج از این حوزه، به هر حال میتونه کتاب رو دریافت بکنه. امروزه این مشکلات همه برطرف شده، ضمن اینکه کتاب الکترونیکی کاملا خصوصی هم از طریق گوگل پلی به زودی در دسترس همه دوستان قرار خواهد گرفت و استفاده خواهند کرد. برای اینکه یک ایدی به خودتون بدین یا ایدی برای دیگران بگیریم، به نظر من همچنان کتاب بگیریم و کاملا خصوصی رو بگیریم و حتما کاملا خصوصی هم جزء سبد کتاب هایی که میگیرید باشه. چرا؟ چون لذتش رو خواهید برد. هیچ شاید لذتی واقعا بهتر از شاید کتاب خواندن برای هیچ کس نباشه، شاید برای ما و خیلی از آدمایی مثل ما که علاقمند به کتاب هستند و کتابخوانی رو بخش اصلی زندگی خودشون قرار دادن. فرزان دلجوی عزیزم، با توجه به این موضوع که یک شنبه آینده 27 مارچ برنامه دید و بازدید عمومی در لس آنجلس و ما یکی از روزهای بسیار بسیار شلوغ وست وود رو و پرژن اسکوئر رو خواهیم داشت، فرزان دلجو قبول کرد که روز یک شنبه 27 مارچ در ساعت 2 بعد از ظهر در شرکت کتاب باشه. دوستانی که علاقمندند که حتما یه راهی اونجا باز کنن، چون جلوی شرکت کتاب انقدر شلوغه که بایستی مردم اینجوری جوری تکون داد تا به در ورودی رسید، ولی من مطمئنم که مردم علاقمند میان و کتاب کاملا خصوصی رو خواهند گرفت از دست شما عزیز ما آقای دلجو. حالا سعی میکنیم که البته دوستان هنرمند هم حتما خواهند اومد برای این کتابه، شاید کاراکترهای کتاب رو، قهرمانان کتاب رو اگه تو اون لحظه نخونده باشن کتاب رو، حتما لطف میکنن، شوخی میکنن، لطف میکنن کاراکترهای قهرمانان کتاب اونایی که حال زیاد ناراحت نخواهند بود حتما حضور خواهند داشت، لطف میکنن به بنده و تشریف میارن، در خدمتشون هستیم. حتما قدمشون روی چشم. اجازه بدین که هفته آینده مستقیما برنامه رو از کتاب فروشی شرکت کتاب و از محله پرژن اسکوئر براتون گزارش خواهیم کرد، از طریق ساتلایت یا از طریق اینترنت، و بیاد به تلویزیون اندیشه و تلویزیون اندیشه هم لطف کنه این رو برای ما پخش خواهد کرد که مستقیم از دید و بازدید عمومی لس آنجلس باشه. آقای کاردان قول همه همکاری ها رو به ما دادن. این آمدن نوروز و یک نوروز دیگر رو که ما میتونیم حسش کنیم برای خودمون غنیمت بشماریم و همچنان باب دوستی ها و همکاری ها رو بگشاییم و بدانیم که باید قدر خود را بدانیم. به اتفاق دوستانم در کلن آلمان، انتشارات و کتاب فروشی فروغ و همچنین انتشارات و کتاب فروشی پگاه آقای درخشانی، با شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوب و خوش رو برای همه عزیزان در سال جدیدی که آغاز کرده ایم آرزو میکنم.
به اتفاق فرزان دلجو، خدا نگهدار. عید مبارک. عید شما مبارک.